الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله مباد بسم الله الرحمن الرحیم شبیگان عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته رسیدیم بخیر به درس دوم مضمون عقاید صنف هشتم که در درس اول ما بر شما فواید و نهالشانی در وزرعات را توضیح و تشریح کردیم و امروز درس دومی که بخیر آغاز میکنیم میخوانیم صداقت در خرید و فروش است که ما در آغاز یک مرتبه حدیثی را که در روی تخته نوشته کردیم و در کتاب شماست شما متوجه باشیم من میخوانم قرائت میکنم و شما همزمان همراه من یک جای قرائت بکنیم تا الفاظ درست را یاد بگیریم ام ابن عمر قال مر رسول الله صلی الله علیه و سلم به طعام و قد حسنه صاحبه فادخل یده فیه فاذا طعام ردی فقال بیع هذا علی هدت و هذا علی هدت فمن غشنا فلیس منا متفق علیه. حدیث شریف یک بار دیگه تکرار میخوام متوجه باشیم. ان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه فادخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال بي هذا على هدة وهذا على هدة فمن غشنا فليس منا متفق عليه. شاگردان عزیز ما امروز در این روشنی حدیث شریف آن چیزی که نیاز جانی اسلامی امروزی ماست به او می رویم و نکاتی را از سخنهای گوهربار پیغمبر صلی الله علیه وسلم می آموزیم. حدیثی را که امروز ما شما یاد گرفتیم گفتیم که سر دو موضوع یادآور می شویم سرش، یکی که چگونگی خرید و فروش است و دوم خودداری و اجتناب از فریب، غل و غش. در ابتدا میپردازیم به معرفی راوی حدیث شریف. راوی حدیث شریف عبدالله است، نام پدرش عمر، خلیفه دوم مسلمان ها و یکی از علمای برجسته و مجتهدین و همچنان حافظ قرآن کریم و مفسر بسیار بزرگ و کسی که 2500 حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روایت کرده است. ای عبدالله ابن عمر امرای پدرش یک جا به مدینه نوره هجرت کردن و در سال 37 هجری در مکه مکرمه وفات نمودن. بخش دوم درس ما توضیح و تشریح حدیث شریف است که متوجه به تخته باشین و ما یک یک جمله بر شما معنی میکنم و بعد به تشریح و توضیح میپردازیم. از عبدالله پسر عمر رضی الله عنه روایت است، قال گفت عبدالله مر گذشت، عبور کرد، تیر شد رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به طعام از نزد یک غذایی که در بازار مانده شده بود، از نزد بوجی گندمی که در بازار گذاشته شده بود. وقت حسنه صاحبه که بالای بوجی گندم را یا بالای ظرف گندم را صاحبش بسیار زیبا وارسته ساخته بود، یعنی گندم خوبش را امو گندم اعلا را در بالا آورده بود، بالای بوجی یا بالای ظرف گذاشته بود. فادخل یده او، پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستش را داخل ظرف یا داخل بوجی کرد. فاذا طعام ردی، پس زیر متوجه شد که پایین بوجی یا پایین ظرف کاملا یک گندم خراب، یک گندم تر، یک گندم که قابل استفاده نباشد. یعنی که بلند کرد از این دید که چیز دیگه است، یعنی بالای ظرف یا بالای بوجی یک قسم گندم بسیار زیبا و خوب، پایینش قسم دیگه. در این فرصت پیغمبر صلی الله علیه و سلم متوجه مالک شد
و به مالک و دکاندار گفت که فقال گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم بفروش هازا الاهلت این گندم خوب را به قیمت بلند و جداد این گندم خوب را در گوجی جدای فرکزدا بگذار به قیمت بلندتر بفروش و هازا الاهلت و این گندم خراب را به بوجی دیگه به ظرف دیگه جدا و الاهله بگذار و قیمت پایین تر بفروش هر کس از با قیمت بلند خرید گندم خوب بخره غذای خوب بخره هر کس با قیمت پایین خرید گندم پایین بخره چرا؟ دلیلش چیست؟ که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینجا زنگ خطر را اعلان میکنه میفرماد که فمن غشنا فلیس منا هر کس همراه ما فریبکاری بکند از امت ما نیست از ما نیست از جمله ما نیست هر کسی که فریبکاری بکند از جمله ما نیست یک بار دیگه متن حدیث را ترجمه تحت لفظی میکنم خوب دقت بکنید بعد به تشریح و توضیح میریم حضرت عبدالله پسر عمر رضی الله عنهما که پسر خلیفه دوم اسلام میشود این میگه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبور کرد تیر شد گذشت به طعام از پهلوی یک غذا از پهلوی یک ظرف غذا از پهلوی یک بوجی از گندم یا غذا وقت حسن او صاحب او که بالای دیگه سرسر از اون صاحبش بسیار خوب آراسته ساخته بود و چیز خوب آورده بود مانده بود فتح یده او فیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دست خب داخل کرد پایین از داخل کرد فیضا طعام ردیون اونجا متوجه شد که در پایین بوجی یا پایین زر چیزی خراب است گندم خراب است غذای خراب است فقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مالک گفت به صاحبش گفت به دکاندار گفت که به هازا لاهلت بفروش چیز خوبش را جدا با قیمت بده و هازا لاهلت و بفروش این چیز خراب را با قیمت دیگه جدا متفق علیه یعنی حدیث را هم بخاری روایت کرده هم مسلم شریف که در درس گذشته هم یادآور شده بود برتون شاگرد عزیز شما متوجه شدین که در این حدیث شریف برای ما چی تعلیمی داد اولی که کسی که مسئولیت مسلمان ها را به عهده دارد کسی که پیشوای مسلمان ها است کسی که زعیم مسلمان ها است در هر موقفی که قرار دارد مسئولیت دارد مکلفیت دارد از وجائب اسلامی و اجتماعی است که باید بازار نرخ بازار اقتصاد بازار قیمت بازار خوبی و بدی بازار خودش کنترل بکند ببیند که ها در بازار چی میکنه یک پیغمبر با وجود مسئولیت های دینی که تبلیغ دین مسئولیتش وظیفه‌ش است اما مسئولیت کنترل بازار هم به دوش میگیرد مستقیم در بازار میرود بوجی و ظرف هر یک جدا جدا کنترل میکند میبیند که چه کسی چه در بازار انجام میده خود پیغمبر ظرف غذا را میبیند که بالای ظرف یک چیزی است و در پایین ظرف چیز دیگه است مثل که امروز در بازار کنونی کشور اسلامی افغانستان عین قضیه فریبکاری و خیانت روان است هر پاکتی که شما از بازار میخرید چهار طرف پاکت هم میبینید که چقدر چیز خوبش هست وقتی خانه میبرید باز میبینید بین پاکت چی چیزهای خراب نیست اونجا گذاشتن و داخل ماندن همونطور هر چیز دیگه ما در بالایش یک پاکت میوه را بخرید نموشک یک کارتن رومی را بخرید نهنگ شکل در بالایش بسیار چیز خوب زیبا اما در پایینش چیزهای خراب که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این مورد بسیار بسیار تهدید و توبیخ و سرزنش کرده که کسی فریب کاری کنه از ما نیست من غشنا فلیس منا هر کسی که این معامله فریب انجام بده از جمع ما نیست دیگر بدا به حال اون مسلمانی که نامش مسلمان باشد و تجارت در بین کشور اسلامی و مسلمان ها بکند و باز به نوع فریب کاری خود را صاحب سرمایه و
پول و صورت بسازد که از جمع مسلمان ها حساب نمی شود و روز قیامت پیغمبر صلی الله علیه وسلم او را در زمره امت خود حساب نمی گیرد. بنابراین نیاز است امروز زعمای ما، پیشوایای ما، عراقین حکومتی ما مسئولیت و مکلفیت خود بدانند که مثل که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بازار رفت و کنترل بازار کرد، این می شکل در بازار بروند و کنترل بازار داشته باشند، قیمت ها را بپرسند چرا قیمت بالا پایین می شود، چرا جنس موجودی که در یک دکان به یک قیمت و دکان دیگر یک قیمت بفروشد، چرا چیز خراب در زیر و پایین است. شما در صنف پایین خوانده بودین فروش فریبکار که بالاخره کسی گفت برش که من دو تا ظرف آوردیم، گفت چرا؟ گفت چیزش در این ظرف انداخت، آبش در این ظرف انداخت، دو تا جدا میبرم. امروز هم ما به کدام دکاندار بگویم که برادر با ما در دو صف چیزی بده، چیز خوبش در این پاکت بده، چیز خراب در این پاکت بده، خیلی جدا باشه، اگر استفاده کنه میگه نکنه به طرف اندازه. بنابراین دین مقدس اسلام فریبکاری را از ریشه و از بنیه دور ساخته است و برخلاف از او بر مسلمان ها یادداشت داده که صداقت، راستکاری و اعتماد داشته باشند که خود را به اعتماد نسازند. از این حدیث شریف فوایدی که ما استفاده کردیم و فایده‌ای که ما میگیریم در چهار شماره برای شما یادداشت میکنیم. یک، کنترل بازار مسئولیت هر زعیم کشور است، هر مسئول منطقه و جامعه است که از بازار کنترل داشته باشد، از خرید فروش کنترل بکند، از نرخ کنترل داشته باشد، از قیمت ها کنترل داشته باشد، از فروش چیزهای خوب و خراب کنترل بکند. دو، شفافیت در معامله که تمام مسلمان ها در خرید فروششون شفافیت داشته باشند، صداقت و راستکاری را بکار برند و از فریبکاری و دغلبازی و چل و نیرنگ خودداری کنند. شما میفهمید که یکی از اخلاق تجار مسلمان امیست که صداقت و راستکاری داشته باشد. پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید اگر تجار در خرید فروشش، دکاندار در خرید فروشش صداقت نکند، در خرید فروش در معامله برکت است، و اگر خرید فروش شد صداقت نداشت فریبکار بود، محقت بایر هم برکت و بایر ما خرید فروش برکت ندارد. و همچنان یادآور میشون براتون که شما بفهمین وقتی که مسلمان ها به ژاپن رفتن فقط چهار تجار مسلمان در ژاپن دکان داری شروع کرد، تجارت شروع کرد، تمام ژاپن به اسلام گرویده شد. اخلاق و صداقت فروش و خرید چهار نفر تجار ما سبب شد که یک کشور بسیار بزرگی از ژاپن به اسلام شده شود و در ژاپن یک شمشیر و یک نیزه هم علیه کسی استعمال نشده است. پس امروز اگر ما مسلمان هم این صداقت و شفافیت را در معامله ما داشته باشیم، در خرید فروش ما داشته باشیم، انشاءالله که همه جوامع کفری مدیون احسان و اخلاق ما می شوند و گروه گروه به اسلام گرویده می شود. سه، نفرت و از اینجا را از فریبکاری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسیار زد و بعد بسیار الفاظ جدی توبه و سرزنش کرده است که فریبکاری نباشد. من غشنا فلیس منا، کسی که ما را فریبکاری بکند از ما نیست. فریبکاری در هر چی که باشد، در هر معامله باشد. چهارم، اقتصاد مبتنی بر شفافیت و انصاف است. تا زمانی که در معاملات ما، در خرید فروش ما، در تجارت ما، در دکانداری و معامله کوچک کوچک ما، بزرگ بزرگ ما صداقت نباشد، ما اقتصاد ما را رونق دادن نمیتونیم، برکت خرید فروش ما نمیباشد. بنابراین اگر میخواهیم که در یک جامعه بنیه اقتصادی ما را تقویه بکنیم، قوی بسازیم، اقتصاد ما را رونق بدیم، زندگی ما را رونق بدیم، بنام امین که مسلمان هستیم به گفته های پیغمبر صلی الله علیه و آله تن داده و
از فریبکاری قلب و غش خودداری کنیم و به اساس صداقت، راستگاری و ایمانداری معامله را انجام بدیم. در این معامله ما اگر فایدهش کم باشد اما در او برکت است، به اساس برکت اما وسیله کامیابی ما هم جامعه ما می شود انشاءالله العزیز. شاگرد عزیز، کارخانگی بر تو سپرده می شود. یک لغاتی که در صفحه 5 است او را همیشه یاد بگیر. لغات است در پولیش معنایش است، همه او لغات معنایش یاد داشته باشه. دو حدیث دیگه که برتون داریم اینی رو تنها شرط کنیم به هازو علایتن و هازو علایتن فمن غشنا فلیس منا. این حدیثی که در تختیتان است این رو حفظ بکنیم و در ذهنتون داشته باشیم. و سیومی که از راه و فریب در خرید فروش در 4 سطر 3 سطر بنویسیم که ضررهای خرید فروش به اساس فریب در جامعه چی است، شما رو باید داشته باشین. روز بعدی از شما انشاءالله میپرسم با امیدی که صحت مند تندرست و عافیت بوده باشین. تا درس بعدی شما رو به الله پاک میسپارم. خداوند شما را در امان داشته باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.